پردازنده بهتر رو ترجیح میدین یا یه نمایشگر خوبتر رو؟ سلام دوستان، من آسمان هستم از فروشگاه اینترنتی 19 کالا. قرار دوتا گوشی جذاب و پرفروش یعنی نوت 11 پرو پلاس و پوکو ایکس 4 جی تی رو با هم دیگه بررسی کنیم. با من همراه باشید. واضحه نوت 11 پرو پلاس برنده است، چون هم از نظر فرم کلی و حتی متریال ساخت به نسبت رقیبش بهتره. حتی اگه به چینش دوربین هم دقت کنید، درسته که X4 GT طراحی مینیمال نسبتا خوبی رو داره، ولی ماژول نوت 11 پرو پلاس هم فوق‌العاده جذاب‌تره و اون حس لوکس بودن رو بیشتر داره. متریال ساخت نوت 11 پرو پلاس هم همونطوری که گفته شده واقعا بهتره، چون پنل پشتی و فریم X4 GT از پلاستیک ساخته شده، ولی خب شیائومی توی ساخت هر دو طرف این گوشی از شیشه استفاده کرده تا به کیفیت و زیبایی هرچه بیشترش کمک کنه. از نظر وزنم هر دوشون سنگین هستن و وزنی نزدیک به 200 گرم دارن. به جرأت میتونم بگم که نوت 11 پرو پلاس هم زیباتر طراحی شده و هم خوشگلتر و ظریف‌تره. اما به جز تفاوت ظاهرشون باید بگم که پوکو ایکس 4 جی تی ضد آب نیست، اما نوت 11 در برابر پاشش آب و گرد و غبار و نفوذشون مقاوم‌تره. توی نوت 11 پرو پلاس میتونیم با زدن قید سیم کارت دوم از کارت حافظه یه خارجی هم استفاده کنیم که بازم این رو پوکو نداره. یه برتری دیگه که توی نوت 11 پرو پلاس میتونیم داشته باشیم نمایشگر با کیفیت و بهترشه. البته باز این هم بستگی به نوع استفاده و کاربرد شما داره و کاملا سلیقه‌ایه. X4 GT ذاتاً یه گوشی گیمینگه و خب طبیعی که نیازی به پنل آمولد و اولد هم نداشته باشه و به همون IPS LCD بسنده کرده، ولی نوت 11 پرو پلاس چون کاربری عمومی تری داره از سوپر آمولدی استفاده کرده که توی نمایش محتواها خیلی بهتره. پنل هر دوتا مدل اندازه تقریبی 6.67 اینچی رو دارن که میشه گفت خیلی خیلی جزئی. X4 GT رزولوشن بهتری داره، ولی خب نوت 11 پرو پلاس هم از نظر نهایت میزان روشنایی یه سر و گردن بالاتره. جالبه بدونین که پیک روشنایی 11 پرو پلاس تقریبا دو برابر X4 GTه. توی بقیه بخش‌ها و قابلیت‌های نمایشگر بازم نوت 11 پرو پلاس برنده است. اما این رو یادتون باشه که پوکو X4 GT نرخ نوسازی 144 هرتزی داره و به نسبت رقیبش که 120 هرتزه خیلی روان‌تر و بهتره. این تفاوت توی محیط کاربری و اسکرول کردن خیلی نمیشه حسش کرد. فقط زمانی اون رو میتونین حس کنید که با اون بازی کنید. هر دو پردازنده استفاده شده توی این گوشی ها رو پوکو از برند مدیاتک استفاده کرده، ولی خب مشخصه که مدل گیمی به مراتب باید چیپست قدرتمندتری داشته باشه. برای همین پوکو ایکس 4 جی تی دایمنسیتی 8100 و نوت 11 پرو پلاس دایمنسیتی 920 رو داره. برای تست پردازنده ها رفتیم به سراغ مقایسه گیم همیشگیمون که میشه همون عملکرد نهایی این دوتا توی بازی های پابجی، کال آف دیوتی و آسفالت 9. نوت 11 پرو پلاس بازی کال آف دیوتی رو با نهایت گرافیک های و فریم ریت وری های تونست اجرا کنه که خب میشه گفت کارش بد نبوده و تقریبا 50 فریم رو حفظ میکنه، ولی ایکس 4 جی تی توی همین گیم نهایت گرافیک و فریم ریت رو بدون ذره لگ و با 60 فریم به صورت پایدار اجرا کرد. توی آسفالت 9 هم روی کیفیت های هر دو عملکرد خوبی داشتن، ولی خب نوت 11 پرو پلاس این گیم رو هم نتونست با 60 فریم اجرا کنه. آخرین بازی هم پابجی بود که نوت 11 پرو پلاس این بازی رو عجیب با گرافیک بالای اجرا کرد، یعنی میتونم به جرئت بگم حتی از X4 GT هم کارش توی بخش گرافیک بهتر بود، ولی خب توی تنظیمات HDR و فریم ریت اکستریم نهایت فریم ریتی که خواهید داشت 42 و لگ میخوره. پوکو ایکس 4 جی تی توی هر سه تا بازی عملکرد خیلی خوبی داشته و خیلی ساده بخوام بهتون بگم حتی یه رقیب جدی برای پرچم‌دارهای 20 میلیونی میتونه به حساب بیاد. سیستم خنک کننده این گوشی قابلیت‌های مثل لیکوید کولتک 2 و
7 لایه گرافیتی داره که به نسبت نوت 11 پرو پلاس خیلی بهتر و برای ساعت‌ها گیم زدن ساخته شده. تنها برتری که نوت 11 پرو پلاس توی بخش پردازندش داره اون عملکرد گرافیکیشه که حتی توی گیم هم بهتر از پوکو ایکس پرو جی تی محیط گیم و کلاً جزئیات رو نمایش میده. تفاوت دوربین این دوتا مدل چیزیه که خیلی ساده نمیتونیم ازش بگذریم. نوت 11 پرو پلاس لنز اصلی 108 مگاپیکسلی داره و پوکو ایکس پرو جی تی هم 64 مگاپیکسله. خب واضحه که رزولوشن عکسای پرو پلاس به مراتب بیشتره. از نظر عملکرد بقیه لنز ها که شامل اولترا واید و ماکرو هم میشه نظر خاصی نمیشه داد، چون که هر دوشون فوق العاده عملکرد شبیه به همی دارن. در کل میشه گفت که توی بخش دوربین نوت 11 پرو پلاس عملکرد بهتری داره و برای کسایی که دنبال عکاسی هستن و خیلی عکس میگیرن گزینه مناسب تری هم هست. از نظر ظرفیت باتری X4 GT تقریبا 580 میلی آمپر بیشتره، ولی از اون طرف هم نوت 11 پرو پلاس فست شارژ فوق سریع 120 واتی رو داره. خیلی خلاصه بخوایم بگیم پوکو شارژ دهی بهتری داره، ولی خب برای فول شارژ شدن هم زمان بیشتری میخواد. پوکو X4 GT با فست شارژ 67 واتیش توی 57 دقیقه فول شارژ میشه و نوت 11 پرو پلاس هم توی بدترین حالت خودش 18 دقیقه فول شارژ میشه. این دو تا گوشی توی عملکردهایی مثل گیم و فیلم دیدن شارژ دهی نزدیک به همی دارن، ولی خب پوکو در حالت استنبای یا بدون استفاده 29 ساعت دوام بیشتری داره. نهایتا توی بحث ارزش خرید بین این دوتا گوشی میشه اینو گفت که هر کدوم از این مدل ها برتری هایی رو نسبت به هم دارن و کاملا بستگی به نوع کاربری شما داره. اگه گیمر هستی و خیلی متریال ساخت گوشی براتون اولویت نیست، توی خرید X4 GT شک نکنید. از طرفی اگه کیفیت نمایشگر و طراحی جذاب و کیفیت ساخت بالاتری رو میخواین، بهتره که 11 پرو پلاس رو انتخاب کنید. از نظر قیمتی خیلی تفاوت خاصی با هم دیگه ندارن، اما توی ظرفیت 256 رم 8 نوت 11 پرو پلاس یکم گرونتره. نظر شما چیه؟ به نظرتون کدوم یکی از این دو انتخاب هوشمندانه تریه؟ نظرتون رو برای ما کامنت کنید.